سلام. سلام. خوبه؟ خوشم خوبه. 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 بای وزیر اومده؟ بله. پنجشنبه ها میاد؟ بله. شما پنجشنبه ها میاد؟ بله. دفتر ما بازه. جمعه ها چی؟ تلفن هم بسیار ساعتی. جمعه ها چی؟ جمعه هم هست به مورد اگه کار بازه. پنجشنبه ها فیکس هستیم؟ تعطیل نیست. سخت ها کارتون؟ نه. پس نه این وزیر شیمی تو دفتر بازه. کار سخته خب شیرینی خودشان. خوش آمدید. ممنون. کجا باید بریم یا باید وایسی؟ اینجا. این وره. آقای رومانی سلام. خوبی؟ خسته نباشید. پنجشنبه هم سر کارید. کلا سر کار. از اون دفعه. خوبی؟ آقای دکتر تشریف آوردن؟ آره دیگه هستن. صبح بوده. ما میتونیم بریم وایسی. خدمتتون عرض کنم ببینم همکارتون دیدید اونجا نشسته. بله بله. گزارشون هست. داخل. اینجا ما اومدیم امروز در یک روز پنجشنبه اومدیم دفتر وزیر بهداشت جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی یکی از وزرای محبوب دولت آقای روحانی هستن اومدیم یک گپ و گفت نوروزی بزنیم با آقای وزیر البته چند دقیقه است که اومدیم وایسادیم منتظر باشیم با گفتگوی متفاوت و نوروزی ما با آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی. پیشاپیش بنفش آوردید. همون دیگه این بنفش آوردیم بعد دفترتون هم گفتن بنفش. خوب هستین؟ خوشمون میاد. چون رنگ انتخاباتی بودی یا نه؟ نه رنگ زیبایی رنگ چون به اسم آقای دکتر باهم هست. بیشتر است. چون وزیر آقای دکتر هستین؟ بیشتر این نه کلا رنگ بنفش علاقه من نه چون بالاخره ایشون رئیس ماست. بچه‌ها زوینه. چه خبره بهتون؟ خوب هستم؟ بخاطر یه دوست آها بخاطر دوستی؟ خدماتی که برمیشون خدماتی که داشتن در اینها مورد اعتماد مردم هم بودن شما یکی از وزرای محبوب هستیم توجه کردیم که یک سال نه شما خیلی محبوب تری چرا شما وزیر شدین آقای دکتر؟ شما وضعتون خیلی خوب بوده میگن خیلی پولدار هستین از راه تبابت چرا اومدین وزیر شدین؟ راحت‌تر نبودین آخه چون کار پزشکی کار خودتون بود الان وزارت خیلی سخته یعنی الان با بچه دفترتون که صحبت می‌کردین روزهای پنجشنبه هم شما سر کار می‌بینید ما الان یک ذره دیگه فرصت زیادی نیست خیلی ها وزیر بودن تموم شده رفته ما دورش تموم میشه دیگه قدیمته بالاخره یه روز شب قدیمته اگر بشه گرهی از کار مردم باز کرد این سفرهای استانی میرین اذیت نمیشین؟ نه خیلی خوبه سفر استانی اتفاقا از تهران موندن خیلی بهتره نه از نظر روحی میگم کمبودها رو ببینین در نه اونجا مردم ببینین شارژ میشین جدی؟ مردم خیلی خیلی محبت دارن خیلی خوبه بعدم دوستای ما زحمت میکشن و کارهای خیلی خوبی رو انجام دادن خوشحال کننده است چون مردم خوشحالن اون منتقل میشه و واقعا میگن انرژی میگه این به قول من تو یک سال گذشته مردم نسبت به وزارت بهداشت و بحث بیمارستان ها مخصوصا بیمارستان دولتی نگاهشون عوض شد. این مختصر میگه که چه کاری انجام شد و چه برنامه‌هایی داشت. اصلا نسخه سال 93 شما چی بود آقای دکتر؟ نسخه دولت بود که خب مجلس هم حمایت کرد. البته سر تحول سلامت با نظر خود آقای دکتر روحانی شروع شد. تدوینش بوده ما بود از تجربه کشورهایی که موفق بودن استفاده کردیم و طرح‌های گذشته رو هم مرور کردیم از حوزه اردیبهشت ما شروع شد و هدفگیریش هم اول درمان بود که خب کاهش پرداخت هزینه ها از جیب مردم بود تامین وسایل و تجهیزات بوده بیمارستان ها مقرر شد نسختون برای سال 94 ادامه کاری صحیحی که سال 93 شده و اصلاح اشتباهاتی که سال 93 داشتیم انشاءالله در سال 94 مهمترین کار ماست برای سال آینده و اگر انشاءالله مشکلی پیش نیاد سه چهار تا کار جدید هست که به موقع اعلام بود اید شما کجا میرین؟ فکر کنم که وزارتخونه برنامه های زیادی داریم برای نوروز سرتون خیلی بیش از حد شلوغ باشه بله خب این دو اورژانس هاست که امسال
هماهنگی خیلی خوبی با هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شده و ما مشترکاً خدمات رو در جاده‌ها و در شهرها انشالله ارائه خواهیم کرد. البته با پلیس راهور هماهنگ هستیم و امیدواریم بیمارستان ها در مقایسه با سال‌های گذشته خدمات بهتر رو در اختیار مردم قرار بدن. حضور متخصصین و دوستانی که بایستی باشند خب حتما متفاوت از امسال تدابیری اندیشیده شده که اتفاق بیفته. شاید اولین سالی هم هست که سازمان نظام پزشکی و بخش خصوصی هم داره همراهی میکنن و امیدواریم سال‌های آینده در بحث سلامت که بالاخره عید و غیر عید نمیشناسه بیماری حضور در بخش خصوصی هم برمند بشه و در بیمارستان‌ها برای خدمت گرفتن مردم به تعداد کافی دایر باشه. یه مقدمه ای هستم سال برای سال عید. خودتون کجا میرین؟ اهل مسافرت هستیم؟ با خانواده؟ من باید حتما خدمت مادرم برم که مشهد هستم، البته بعد از ایشون امام رضا هم که خب بالاخره امید همه ماست. دید و بازدید فامیلی هم میرین؟ دید و بازدید فامیلی فکر نمی کنم برسیم. چون وزیر شدین نمیرین یا قبلش هم نمیرفتین؟ راستشو بخواید قبلش چرا بیشتر بود، حتما بیشتر بود، ولی کلن این حرفه حرفه ای هست که به این مسائل متاسفانه کمتر. یعنی وقت نمی کنی یا مثلا به قول معروف اون شأن وزارتی؟ نه که شأن نداره که، الان که وزیر شأنی نداره، مردمی که تو کوچه خیابونن که شأنشون بیشتر از ما هست که ما خب بالاخره کاستی و مشکل و اینا هست. و قبلش ما به اصطلاح حرمتمون بیشتر بود الان ظاهر. نه به خاطر اون نیست، خب امسال که کار داریم تا آخرین ساعت بود باید این پولامون رو بگیریم، بالاخره خزانه الان میخوان حقوق بدن، بعد میخوان یارانه بدن، ما کلی از پولامون مونده. حقوق خودتون مونده؟ نه حقوق ما که حقوق حقوقتون چقدر شما وزارت وزیر بهداشت چقدر حقوقش؟ راستش بخواید نمیدونم، فکر کنم 6000، من هیچ وقت نگاه نکردم. میگیرین که حقوق؟ حقوقتون میگیرین؟ تا حالا برداشت نکردم. جدی؟ فکر کنم 6 میلیون تومان. 6 میلیون؟ فکر کنم 6 میلیونه. بعد شیشو خورده یه باید باشه، دقیق نمیدونم راستش، ولی همین حدوده. شما تنها پزشک که کابینه هستین دیگه، درسته؟ نه، با دکتر فرهادی هم هستم. آها، آقای دکتر فرهادی هم هستم. بله، بیشتر به شما مراجعه میکنم وزرا یا به آقای دکتر فرهادی؟ راجبه؟ بحث سلامت. همه شون بالاخره پزشک دارن، نه کمتر، کمتر که نه، خب واقعا وزارت بیمار میکنه همه. جدی؟ خیلی دلتون پره. نه خب کار سخته، خیلی سخته. پشیمون نیستین وزیر هستین؟ حالا بدون بحث‌های شعاری و که خدمت به خلق و از این مباحث، جدی این که مثلا کار خودتون رو داشتین می‌کردین، داشتین چشم پزشکی خودتون رو داشتین و خیلی راحت و خوب و تر و تمیز. سوال قبلی چیزی که بود ما بحث عید و تعطیلات و دید و بازدید. آره گفتم که یه همکاری خوبی است و بین وزارت بهداشت و هلال احمر، تعطیلات هم بله مشهد و انشالله چند روزی هم بریم. و این سوال جواب این سوال شمال هم میریم؟ بله. بعد این جواب این سوال که پشیمون هستیم وزیر؟ پشیمون نه، این که به این فکر کردیم که حالا مثلا اگه وزیر نبودیم راحت تر بودیم. خانواده خواست... مشکل ندارن؟ خدا خواسته و چون مقدر این بوده که ما این دوره بیاریم کار رو انجام بدیم، از خدا هم میخواهیم که انشالله به خیر بگذر و آقابتش به خیر باشه و مورد قبول مردم که نهایتا مورد قبول اون هست واقع بشه انشالله. خانواده مشکل ندارم با؟ نه چون مشکل ندارم. خب نیستیم سر کاری شاید کمتر تو کنه باشیم، اونا هم لذت میبرن که برای مردم داره کار میکنیم، اونا مثلا مردم اهل اذیت کردن نیستیم که مثلا نباشیم لذت ببرن؟ نه اونا هم به این دنیا واقع بینانه نگاه میکنم. بالاخره ما اومدیم مسافریم و اینم یه فرصتی هست برای امتحان و انشالله که آقایتون قدم انشالله. یه سوال خیلی این چند وقته بود خبرها رو دیدیم که گفتن که آقای قاضی‌زاده
چون خیلی پرتلاش هستن میخوام برای ریاست جمهوری سال 96 96 دیگه به این حرفای کودکانه خیلی توجه نکنید. کودکانه میگین شما منظورتون؟ بله اینا شأن رئیس جمهور رو پایین آوردن هست و به نظر من رئیس جمهور مقام دوم کشوره و زیبنده افرادی مثل آقای دکتر روحانی هست. این ملت ملت خیلی بزرگی هست و معارضه بزرگی برای کشور رو داریم و فکر میکنم که با این جایگاه هیچ کسی نبایستی بازی کنم و به تمسخر میگیری بیشتر یه اگر نگیم که شیطنت هست یک حس و حرف کودکان هست اصلا بهش نبود توجه کرد. شاید هم حاشیه سازی در حوزه سلامت اون هست. بله ما هممون اومدیم که با آقای دکتر روحانی خدمت کمک کنیم و آقای دکتر روحانی هم اومده که به مردم خدمت کنیم. تمام هم دعا کنم که این شب دولت بتونه به وعده هایی که داده عمل کنه و به آرزوی که همه اعضای دولت دارن رئیس دولت داره این شبا برسه انشالله. اهل فضای مجازی هم نیستین آقای دکتر زارم؟ وقت نمی کنی یا هستن؟ نمی بینم ولی یه چیزایی میذارم. چرا؟ تو چه کلوب و یه سایت شخصی هم دارم از قدیم که برای اینستاگرام و فیسبوک هایی که نیست؟ نه فیسبوک ندارم، اینستاگرام هم که نمی بینم. گاهی اوقات چیزایی که علیه هم میذارم به این نشون میدم. علیه شما کم پیش میاد مطلب بذارن که ما فکر مانیم همه علیه ما میذارن. نگو پس بقیه بزرگ چی میکشن من دو نمیدونم. دست شما درد نکنید. سایت تی وی پلاس هم حتما ببینید. ریتم زندگی امیدوارم که ریتم زندگی شما همیشه خوب باشه. دست شما هم درد نکنه. ما از شما از طرف تمامی بینندگان تی وی پلاس تشکر میکنیم. از شما و همکارانتون به خاطر مجموع تلاش هایی که میکنید در حوزه سلامت و بهداشت مردم. خیلی متشکرم. سلامتی و تندرستی و اولاد بخیر. خیلی ممنون. امیدوارم ان شاء الله این عید و تعطیلات نوروز برای همه مردم عزیز و شریف ایران مبارک باشه و از این فرصت طلایی که باز در طول یک سال آینده تکرار نمیشه همین خودمادم هم اکثر استفاده رو ببرم و سال آینده خبرهای خیلی خوبی برای ملت ایران شما رو انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر.